اتحادیه اروپا به تازگی با صدور بیانیه‌ای نام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. به گفته وزیر خارجه دانمارک این اولین باری است که سرویس اطلاعاتی یک کشور در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داده می شود. به راستی چرا حکومت ایران دست از این اقدامات که قدمتی به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد بر نمی دارد؟ هزینه چنین اقداماتی در عرصه بین المللی برای ایران که به شدت به حمایت اروپا علیه تحریم های آمریکا نیازمند است چقدر خواهد بود؟ ظاهرا یکی از این گروه هم که به هر حال اسلامی تلاش کرده بوده که یکی دو از این اعضاش رو ترور بکنند این هم یه گروه تروریستی و تجزیه طلب ظاهرا اونجوری که من اطلاعاتی هر حال دارم این گونه است ولی متاسفانه جمهوری اسلامی هم مثل این گروه تروریستی داره عمل میکنه و گروه های ترور میفرسه برای برال کشتن این گروه تروریستی تجزیه طلب و دیدیم که برخودم که برحال با جمهوری اسلامی میشه برخورد برحال محکمی بود هشدار محکمی بود که اروپا بهش داد و این پیام رو به مردم ایران میرسونه که جمهوری اسلامی حتی قادر نیست از امنیت ملی ایران دفاع کنه در برابر گروه های تروریستی تجزیه این یک جنبه قضیه است یه جنبه قضیه دیگر قضیه واقعا همین اعمال تروریستی جمهوری اسلامی که واقعا دست میاد به ترور میزنه حتی در برابر نیرای تروریستی که هیچی در گذشته مشاهده بودیم که اینها شاید به با بعض از گروه تروریستی هم برخورد میکنن ولی کارشون به ترور فعالان سیاسی نویسندگان شومنها، ها کمدین ها همه رو میگرفتن میکشتن هم جدیدن در ترکیه به حال جمهوری اسلامی متهم هست به کشتن یکی از مدیران یک شبکه تلویزیون. تلویزیونی یعنی اگر جمهوری اسلامی رو رها بکنند به شکلی بار دیگر اون پروژه‌ای که در دهه 80 و اوایل دهه 90 داشت و بعد از دادگاهی میکنست به شکلی مجبور به عقب نشینی شد رو دوباره پیگیری خواهد کرد و من گمون کنم این هشدار یه هشدار اروپایی هشدار بسیار جدی و محکمی بود که جمهوری اسلامی پا پس بکشه و ادامه نده این عملیات تروریستش رو در کشور اروپایی در غیر این صورت من گمون کنم اگر بخواد ادامه بده برخوردهای بسیار تندتری با جمهوری اسلامی خواهد شد من فکر کنم مهمترین اتفاق که به خصوص در این خبر هست همین که اولین باره که اول ما میگیم اتحادی اروپا یعنی داریم از 27 کشور صحبت میکنیم که میان یه ارگان رسمی رو به این چنین اسمش رو میارن تلیس و تحریم میکنن این به کجا میبره ما رو به اینکه در این چند ماه گذشته چقدر اینا سیاست مماشات چقدر تبلیغ کردن در داخل که ما میخوایم با اروپا سر میز مذاکره نشستیم برای اینکه تحریم های آمریکا رو دور بزنیم چطوری میتونیم بسته ها رو پس برای اینکه دهریم ها رو دور بزنیم چجوری میخوایم معامله بکنیم با اروپا هایی تک میبینیم میفتیم به اول پیش از این هم در فرانسه فکر میکنم کلید خورد که یکی از معاون های وزارت اطلاعات رو تمام حسابش مسدود کردن بعد اون داستان انجمن از زهرا بود که پولش از جمهوری اسلامی تمیم میشد ریختن گرفتن و چه افتضاح و آبروریزی بود این هم تا ادامه پیدا کرد تا به این خبری که در من, من فکر می کنم یک فضاحت سیاسی برای حکومت از لحاظ دیپلماسی بین المللی که این اتفاق افتاده سالها بود که خب اینا سر میز مذاکره که میشستن یه جوری خودشون رو جمع جور کرده بودن که این حرکت های تروریست رو حداقل در خاک اروپا اروپا انجام ندن که باز میبینیم شروع کردن حالا طرف مقابل هر کسی که باشه اگر شما یک حکومت قانون داشته باشه میتونی قانونا به اون رسیدگی بکنی ولی در حالی که ما با یه حکومت سر داریم که خود دادگستریش فاسد و جنایتکاره در نتیجه هیچ میشه گفت بستری برای رسیدگی چه طرف تجزیه طلب باشه چه یک گروه خشونت باشه برخورد باهاش کشتن به خصوص در خارج از کشور در خاک دیگری نیست و این من فکر میکنم خیلی یک شکست بزرگ سیاسی و بین المللی دیپلماسی برای جمهوری اسلامیه این هشدار همونطور که دوستان گفتن به نظر من یه هشدار جدیه هرچند تنبیهی که گذاشتن یه تنبیه نمادینه اما از این نظر جدیه به نظر ما حالا جدا از دولت های اروپایی که حاکمیت ملیشون نقض شده برای نیروهای منتقد هم جدیه چون همیشه مثل اعدام های اول انقلاب از افراد بد به قول معروف شروع میشه ولی با روش های غیر قابل دفاع اما افکار اون ممکنه سکوت کنه و بعد با آدم های خوب کشیده میشه این هشدار معنیش این هست که خب جمهوری پله پله عقب نشینی کرده بود میتونه پله پله دوباره برگرده سر جاش یعنی یه زمان بود ببینید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سرویس اطلاعاتی اسرائیل اینها میرن با نقض حاکمیت دیگر کشورها حالا کسانی رو که معتقدن از اینا کشتن ترور کردن یا جاسوس بودن یا نفوذی بودن اینا رو میکشن یه پله است یعنی بر اساس اعمال اونها جمهور اسلامی یه ویژگی های خاصی هم داره افراد رو بر اساس افکارشون هم میکشه مثلا فریدون فرخزاد رو میکشه حالا قتل زنجیری تو داخل یعنی اینا عمل خاصی انجام ندادن عقایدشون رو گفتن یه پله دیگه هم هست که در جمهوری اسلامی گاهی اوقات جناها علیه همدیگه توته میکنن یه زمان کل نظام هاشمی هم در, در درونش هست اینا میان ترور میکنن دادگاه میکونوس تشکیل میشه و کل نظام رو محکوم میکنه و اینا تعهد میکنن که دیگه در اتحادیه اروپا این انجام ندن از این به بعد وقتی یه سری جناح بندی ها رو سیاست خارجی شکل میگیره که ما جناح رفسنجانی و حالا روحانی هم الان که ما بایستی با دنیا کنار بیاییم یه جناح میاد و کاسه اون یکی جناح بذاره و کارشکنی بکنه میاد یه دفعه کاری میکنه که مذاکرات رو به هم بزنه اینجاست که ما میبینیم الان میخوام خبر رو دقیق بگم نوشتن تحریم بخشی از وزارت اطلاعات ایران بخشی و یک مدیر کل و دو عضو وزارت اطلاعات اسامیشون هم آوردن یا مکخون مصاحبه کرده گفته که در درون ایران جناح بندی ما نمیدونیم کدوم جناح علیه کدوم جناحه این دقتی که اینا دارن و به حال تحلیلی که ظریف بین داده و اینا پذیرفتن که چرا وزیر اطلاعات و ما توی تحریم نیاوردن چرا مقامات سیاسی رو نیاوردن این با یه دقتیه حالا این جزئیاتش برای من خارج از کشوری یا من اپوزیسیون خیلی برام مهم نیست ولی برام رصد میکنن مهم اینه که این قدم به قدمی که عقب رفتن دوباره میتونه برگرده و نه تنها یه گروه تروریستی به تعبیر آقای بلکه حتی من و شما رو هم در معرض تهدید قرار بده به نظرم به لازم نمادین مهم اما متاسفانه خوشبین نیستم که در عمل فایده داشته برای که دولت های غربی هم در نهایت به منافع اقتصادی خودشون توجه میکنن مثال بارزش شرکت زیمنس که از دوران نازی به هیتلر کمک کرده به حکومت نازی بعد از انتخابات سال 88 در ایران یعفه لو معلوم شد که تجهیزات شنود به یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی میداده یعنی از زمان هیتلر اون کارو میکرده الان هم میکنه بی ام هم در آزداشگاه داخاو بیگاری میگرفته زندانی دوران هیتلر و همین زیمنس و بایر و این هم توی آشویتز سو استفاده میکرد بیگاری میگرفتن از زندانی بنابراین نمیشه متاسفانه خوشبین بود به خاطر اینکه اینا به منافع ملیشون توجه میکنن چرخ اقتصاد خودشون میچرخه اما چوبلا لا چرخ اقتصاد مثلا ایران میذاره یا چوب لای چرخ اخلاق و زندگی مثلا ایرانی ها میذاره مهمتر اینه که ایرانی ها بتونن فعالان ایرانی جامعه مدنی غرب رو هوشیار و فعال کنن زمانی که آپارتاید در آفریقای جنوبی بود این بانک های مثل بارکلیز و چیس منحتن همکاری میکردن با آفریقای جنوبی جامعه مدنی بریتانیا آمریکا به نحوی آگاه شد و فعال شد که هزاران نفر از بریتانیا آمریکایی رفتن حساباشون رو تو این دوتا بانک بستن این دو تا بانک ضرر کردن عقب نشینی کردن حتی امروز هم این دو تا بانک <تصفح> یا پولاروید یا شرکت نفتی شل بدنامی برایشون مونده یه مقداری ضرر کرد میکنن حتی امروز به خاطر همکاری چرا چون جامعه مدنی مردم این کشورها نه دولت های بریتانیا دولت های بریتانیا که از رژیم آپارتاید حمایت هم میکردن در پشت و جلوی برده. یا یه مثال دیگه بزنم زمان قبل از جنگ جهانی دوم یواخین فون ریبنتروپ که سفیر وقت آلمان بود در لندن بعدا شد وزیر امور خارجه نازی مستعجر نخست وزیر وقت بریتانیا نویل چمبرلین بود یعنی ظاهرا دشمن بوده اون داشت به اون اجاره میداد بنابراین جامعه مدنی رو باید هوشیار و فعال کرد نه دولت ها رو در یه نکته رو به درستی آقای علیجانی گفتن در مورد اینکه بخشی از وزارت اطلاعات ولی یه سوال من دارم آقای علیجانی یه وزارت اطلاعات یه چارت سازمانی داره یعنی من نمیپذیرم که یه نفر بگه آقا این وزیر اطلاعات هست خودش هیچ گناهی نداشته اما معاونش رفته دستور داده آدم بکشن بنابراین این این به نظر من این اینو مکرون پذیرفته خب میگم اشتباه کرده به هیچ قبلا قبلا خب ببین این 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 در رو باز میذاره که هنوز بتونه یعنی بر... به نظر من هنوز پافشاری بر روی یک سیاست غلط داره میکنه یک ساختار پیشرفته و چهل سال از عمرش گذشته به نام وزارت اطلاعات خیلی دقیق تره خیلی سازمانی افتاده تر از این است که افراد خود سر نمیدونم یا یه معاونتی بخواد بره این کار بکنه نه موضوع دیگه... سر نیستن اینا بخش وصل به ویت هم. ب... ب... خب به بنابراین, بنابراین میخوام بگم یه ساختاری که دقت داره و سازماندهی شده و عمری از اون گذشته به پذیرفتن این که حالا یه نفرش برخلاف اون سیاست رئیس وزیرش یه کاری بکنه برای من پس قابل پس قبول نیست توییتی که آقای ظریف زده خیلی جالبه آقای ظریف توییت زده در توییتش اصلا نگفته که ما این کارو نکردیم یعنی در واقع داره میگه ما این کارو کردیم و اینجاست که واقعا جای تاسف داره که همین گروهی که آقای علی جانیب معتقده که حالا قصد داره با اروپا وارد مذاکره بشه و یه گروه دیگه که نمیخواد داره زیرا به اونو میزنه خودش رسما در میگه آره ما این کار کردیم میتونیم میکنیم جدی گفته که با گروه تروریستی طالبان هم که بر برها... آره به حال حالا اونم که یه داستان دیگه داره ولی در نهایت میخوام بگم که این هزینه برای جمهوری اسلامی خواهد داشت ولی من هم گمان نمی کنم که سیاست هاشون رو تغییر بدن چون واقعا تجدید پر... پر... نظر تا نکردن در سیاست های خاورمیانه و منطقه